روزنامه سپید از قول مسئول یونسیان جزء کمیته علمی کشوری هست برای کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا، نوشته که تعداد موارد مرگومیر کرونا هنوز در ایران بالاست. ایشون گفته که پیشتر اعلام شده بود که آمارهای مرتبط با موج پنجم کرونا در حال کاهش است، اما شمار جان باختگان روزانه کرونا در حدود همون 200 نفر در روز باقی مانده در آمارهای رسمی. و آقای یونسیان در این گفتگو تاکید کرده که این نشان میده که موج پنجم کرونا در واقع فروکش نکرده، بلکه در حدودی باقی مونده. تعداد بیمارانی که روزانه بستری میشن همچنان بالاست و تعداد جانباختگان روزانه هم بالاست. البته ایشون از تعبیر موج ششم استفاده نکرده، به تبعیت از مقام های وزارت بهداشت که از جمله بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت همین یکی دو روز پیش اعلام کرد گفت من هیچ نشانی از موج ششم کرونا نمیبینم. در این حال آقای یونسیان گفته فقط حدود 40% جمعیت ایران در حال حاضر واکسینه شدن و این کم هست، این نسبت بسیار کم هست برای مقابله با موجهای بعدی کرونا. آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران هست، در همین مصاحبه با روزنامه سپید گفته نشانه های خطرناک موج ششم کرونا مشاهده میشه. ایشون تاکید کرده که شما نسبت واکسیناسیون در ایران باید به بالای 85-90% برسه، یعنی 85-90% جمعیت ایران باید واکسینه بشن، چرا که به گفته آقای ناجی ویروس دلتا و گونه های دیگر کرونا در ایران غلبه پیدا کردن و در نتیجه چون میزان سرایت اونها بسیار بالاست، برای رسیدن به ایمنی جمعی با واکسیناسیون از طریق واکسیناسیون دست کم 85-90% باید واکسینه بشن. یکی از نکاتی که ایشون اشاره کرده این هست که گفته به ما اطلاعات نمیدن از طرف وزارت بهداشت، در حالی که ایشون رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران هست، ولی گفته که اطلاعات آماری مربوط به استان‌های مختلف و نقاط مختلف کشور در اختیار ایشون و دیگر کارشناسان قرار نمیگیره. این هم بخشی از سانسور اطلاعات و آمار هست که در ایران پیشینه دیرینه‌ای در جمهوری اسلامی داره و به ویژه در سالهای اخیر سانسور آمارهای اقتصادی هم از سوی مقام‌های دولتی و نهادهای دولتی و حکومتی انجام می‌شد، حالا به سانسور اطلاعات آماری حتی برای کارشناسانی که خودشون در بدنه سیستم درمانی کشور مشغول کار هستن گسترش پیدا کرده. روزنامه توسعه ایرانی هم با عنوان از ایران آبادمان هیچ نمانده است گزارشی منتشر کرده درباره صادرات نخل‌های جنوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی از جمله قطر، و نوشته اخیراً هم ویدئویی منتشر شد که در حال کندن نخل‌ها و بارگیریش رو کشتی هستند. تأکید این روزنامه اینه که بخش گسترده‌ای از این اقدام به دلیل فقر و خشکسالی از سوی نخلداران انجام میشه، ولی با مجوز نهادهای حکومتی این صادرات نخل‌ها به کشورهای عربی انجام میشه.